پنجمین روز آذر ماه برابر با 26 نوامبر سال 1234 خورشیدی برابر با 1855 میلادی، در گذشت آدام میتسکیوویچ، شاعر و نویسنده برجسته لهستانی که پس از اتمام تحصیلات متوسطه راهی دانشگاه شد و به تحصیل فلسفه پرداخت، اما دیری نپایید که فلسفه را رها کرد و به سراغ ادبیات و هنرهای زیبا شتافت. میتسکیوویچ در 22 سالگی عالی‌ترین اثر دوران جوانیش با نام حماسه جوانان را منتشر کرد و به شهرت دست یافت. این منظومه نوعی شعر رمانتیک سیاسی بود که میان مردم قرن 19 لهستان بسیار مشهور گشت. اشعاری که میتسکیوویچ در این دوره می‌ساخت علی‌رغم توقیف شدن در صدها نسخه خطی دست به دست می‌گشت و همه جوانان آنها را از حفظ می‌خواندند. او در دوره‌ای می‌زیست که لهستان میان روسیه، اتریش و پروس تقسیم شده بود و وی برای اتحاد مجدد کشورش فعالیت می‌کرد. به همین دلیل به جرم ترویج میهن‌پرستی از طرف دولت روسیه به این کشور تبعید شد. میتسکیوویچ پس از 6 سال تبعید از روسیه به فرانسه گریخت و به تدریس ادبیات پرداخت. وی تنها شاعر لهستانی است که در کشورهای اروپای غربی شهرت یافته است. در منظومه‌هایی که می‌سرود به هم میهنان خود رسالتی را که درباره آزادی و عدالت اجتماعی داشتند عرضه می‌نمود. سال 1321 خورشیدی برابر با 1942 میلادی، در گذشت محمد علی فروغی، سیاستمدار و نخست وزیر دوران پهلوی که پس از مرگ پدرش به زکاء الملک ملقب گردید. پدر فروغی از ارکان فرهنگی زمان خود به شمار می رفت که تحت تأثیر میرزا ملکم خان از پیشکسوتان ترویج فرهنگ غربی در ایران به شمار می رود. محمد علی فروغی مشوق احمد شاه قاجار برای استعفا بود و در به قدرت رسیدن رضا شاه و تأسیس سلسله پهلوی نقشی اساسی ایفا کرد. او نخستین رئیس الوزرای رضا شاه بود که 16 سال بعد نیز برای اولین بار تاج پادشاهی را بر سر محمد رضا شاه پهلوی نهاد. سال 1369 خورشیدی برابر با 1990 میلادی، در گذشت سید حسن میرخانی، استاد خوشنویسی معروف به سراج الکتاب، فرزند سید مرتضی حسینی برقانی که در تهران به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی هنر خطاطی را نزد پدر و استادان برجسته خطاطی ایران فرا گرفت. او در مدتی بسیار کوتاه در خوشنویسی به درجه استادی رسید و سپس به تدریس پرداخت. استاد میرخانی در نوشتن تمام انواع خط از قبیل سلس، نسخ، تعلیق و شکسته و به ویژه خط نستعلیق مهارتی بسیار داشت و در سرودن شعر نیز توانا بود. این استاد بزرگ خوشنویسی بیش از 60 جلد کتاب با خط خوش نوشت که خوشنویسی کلیات سعدی و دیوان حافظ و نیز دیوان اشعارش از جمله آنند.